آخه وقت تموم شد، حالا با هم هماهنگ میشه. شماره ما بزن. دستور نده به منم. همه مدل بودن غیر خود من و وینی. رپر نیستم ولی روی میت پاپی چت شدم، حتی رپی هم باشه میزنم آتیش گلم. دوستان سلام، به یه شخص ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی درگیری الکس و سپنتا، دو نفری که تو برنامه نخ وینی شرکت کردن، و همچنین رابطه مخفی میترا و الکس رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. وینی بعد از بلایند دیت برنامه های زیادی رو از چنلش منتشر کرد، اما هیچ کدوم به اندازه نخ دیده نشد و هر اپیزود از این برنامه به شدت مورد استقبال مخاطبا قرار گرفت. اما دو نفری که در قسمت 1 و 2 این برنامه انتخاب شدن، بعد از مدتی به جون هم افتادن. بذارین داستان رو از اول براتون توضیح بدم. الکس و میترا سوژه های اصلی قسمت اول بودن که طبق صحبت هایی که با هم دیگه داشتن، همدیگر رو در این شو انتخاب کردن. اما از مکالمه صمیمیشون مخاطب ها به این شک کردن که آیا ممکنه این دو نفر از قبل با هم دیگه آشنا بوده باشن؟ سلام. سلام. خب اینو با اجازه بعد بشرحونم. من انتظار ندارم که حالا پارتنر کاملا مثل پدر رفتار کنه. نه حالا نمیخوام صرفا مثلا دختر بیاد که همون جوری مثل مامان باشه، ولی خوب از بعد یه موقعی دارم اشتباه میکنم، چون فکر میکنم دختر زودتر از به بلوغ میرسن و سطح انرژیشون خیلی بالاتر دیگه نسبت به پسر. اینم تموم شد. گرم صحبت بودیم. من یه چند دقیقه اینو تمدید میکنم. خب خمیازه بکش، تکیه بده به صندلی بخواب. خیلی بیشتر به زودتر به بلوغ رسیدیم، بیشتر میفهمی اینو همه اینا خوابت گره. ببخشید من خیلی خستم، از 6 صبح اومدیم اینجا. خب داشتیم گفتیم کاملا حقو بهت میدم، اصلا دختر باید راهنمایی کنه طرفشو پارتنرشو. درست میگی که میگی کاملا درست. میشه واسه من یه کلاس بذاری؟ کلاس چی؟ کلاس دیگه دوستا، مثلا یک ساعت تراپی کنم اگه بلدی. بنظرت من میتونم تراپیست خوبی باشم برات؟ ممکنه. ممکنه واسه 9 نفر دیگه اصلا خوب نباشه. کجا تراپی داشته باشیم با؟ میخند؟ بیرون. 100%. اون که 100%. مثلا خب منم حالی من نمیگم همون قرار اول بیا خونم. آره اون که اصلا بهش فکر هم نمیشه کرد. مشکل نداره. میتونم آره یه وقت بهت میدم ببینیم. از مشکلاتت بهم بگی. پس شما رو اگه دوست داری بزن. یه میس بنداز. تراپی. آره تراپی. اوکی مشکل نداره با تمایل میشه. ببین خواننده مورد علاقت کیه؟ خواننده مورد علاقت کیه؟ کامران هومن. کامران هومن. من خواننده از تو. خب تو چه سبکی؟ پاپ مثلا یا چی؟ چه سبک موزیکی گوش میدی؟ من همه چی گوش میدم. من ابی گوش میدم، داریوش گوش میدم، داریوش تبهکار گوش میدم. الکترونیک گوش میدی؟ الکترونیک نه زیاد تو بگو. منم کلا تو فاز ماکان بند و بهنام بانی و اینا. منم کلا تو فاز ماکان بند و بهنام بانی و اینا. ماکان بند؟ ماکان بند مگه چشم؟ بگم مگه چشم ماکان بند؟ چشم ماکان بند؟ هر کسی استایل و سلیقه شخصی خودشو داره. شما نمیخوام من عوض کنم. من که نمیخوام عوضت کنم، میخوام یه سری چیزا رو مثلا باهات آشنا بشی. باهاشون آشنا. همه چی آشنا شدم، اینا انتخابای منه. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. حالا جلسه تراپی رو با هم صحبت میکنیم. پس شماره من بزن. آخه وقت تموم شد، حالا با هم هماهنگ میشیم. شماره من بزن. دست نده با من. با هم هماهنگ میشیم دیگه. ضبطه یا نه؟ شماره من بزن. چرا تهدید میکنی منو؟ خب جلسه تراپی با هم هماهنگ میشیم. من دارم مثلا پیج شماره. من از تهدیدات خوشم نمیاد. خدا بده. خب این تایمر تموم شده. من حالا فعلا برم. خیلی عجله داری؟ نه دیگه، برنامه دیگه، باید برم دیگه، برنامه تموم. طبق چیزی که دیده میشد، میترا در آخر برنامه الکس رو به عنوان کسی که دوست داره باهاش دیت بره انتخاب میکنه. بعد از گذشت چند روز ویدئویی از الکس و میترا پخش شد که نشون میداد با هم دیگه بیرون رفتن و دیت گذاشتن، که این ویدئو رو خود وینی از کانال تلگرامش پخش کرد. لو رفتن این ویدئو باعث شد که میترا رابطش با الکس رو پابلیک تر کنه، به حدی که لباسای اون رو میپوشید یا عکس ست در استوری ها با الکس منتشر میکرد. در ادامه این حواشی که این دو نفر به وجود آوردن، قسمت بعدی هم پر از اتفاق بود و سفدا سوژه خانومی که انتخاب شده بود در ابتدای برنامه با اکس دوست صمیمیش مواجه شد و در ادامه سپنتا رو به عنوان پارتنر خودش انتخاب کرد. چند سالت سفدا؟ من 23. 23؟ 79؟ نه 80. دهه چند داشت؟ اول یه دوم؟ اول تیر ماه هم. تیر ماهی؟ آره. تو چی؟ من اسفندم. اسفند 8 شدم. واقعا؟
همه کوچیک‌تر هستن. دست کوچیک‌تر هم. تو ترکی میفهمی؟ من هم استانبولیم فوله، هم ترکیه آذری. خیلی فرق میکنه دو تا. همش اینو میدونم، هم استانبولی هم ترکی. آره دیگه ترکی گفتم، هم موسینه بیدیم. یعنی همه چی رو بلدم. ولی ترکیم اونجوریه که خود ترک ها میشنون، میگم با لهجه فارسی. آره من سر میفهمم، من یزیدی شنیده بودم. آره که اصلا میگم یه حالت چیزی صحبت میکنم. ولی شمالی هم میتونم صحبت کنم. شمالی منو حرف بزنم. آره سبده جونه هم سبده جونه. خیلی هم بگو یکی از آپشن یکی از استعدادهای خیلی خنده دارتو نشون بده. اوکی. یه استعداد فان اگه داری میتونی رو کنی، مثلا یه کار عجیبی که انجام میدی فان باشه. فان نیستش ولی خب استعداد زیاد دارم. مثلا ساز میزنم. ساز که میزنم، ساز هم میزنم. فان. ساز که بابا خدا. خب بخون. بخون دوست دارم. چی دوست داری بشنوی؟ چی خودت گوش میدی، چی بهتر میخونی، هر چیزی که خودت به نظر بهتر میخونی. جدی؟ آره. واقعا چون امروز بارون اومد میخوام یه آهنگ از ویگن بخونم. آره اینا. یه ویگن درونت نیاز داره. آره ویگن درونی دارم اینجا زندگی. فکر مراقب مراقب خوبیت باش. راحت نباشی حتما. نه بابا مراقب خوبیت باش. خیلی ممنون تمام میشه. خوشحال شدم. سپنتا هم بعد از دیده شدن اپیزودی که شرکت کرده بود با رپ کردن شروع به دیس کردن بقیه شرکت کننده ها علل خصوص الکس کرد. رفتم تو برنامه وینی دیدم همه سیس میگیرن با شلوار اسکینی، همه مدل بودن غیر خود منو وینی، ولی تهش همه عمم میخواستن شیرینی. خوشحالم لطف داشتید که شدم محبوب، کامنت بد داشتم ولی خیلی خیلی محدود، خودم شبیه داوید دیوید مناطق محروم، لافم شبیه آنادرمس مناطق محروم. تا حالا من بودم یه پسر آروم، هیچ وقت نبود گوشه عکس صدا عکس بازون، لباسم رو عوض نکردم هیچ موقع با اون، مخو زدم فقط با ببرنم همه باروم. رقیبام یکی با سیبیل فابری، یکی بودش اکسه یه آدم تاکسی داشتید، ولی لوره قوی بوده تاکتیک، مثل الکس نمی کنم رابطم و پابلیک. یه 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 هرچند که این دیس جنبه فان داشت، اما الکس هم بعد از دو روز جواب سپنتا رو به همون سبک میده و پستی رو در اینستاگرامش با این مضمون منتشر میکنه. رپر نیستم ولی روی میت پاپ پیچت شدم، حتی رپی هم باشه میزنم آتیشت گلم، مگه موخه کیو زدی انگاه پاس گرفتی، اصلا داستانی نبوده که بخوام من پاپلیکش کنم قضیه رو، شدم تا یکی ما بین تو هم از ما فیو بگیر، خب نداره اشکالی مگه خودت نمیگی با صدا بیگن مقصدی، من خودت رو عروس میکنم با داروش اقبالی، درود میگم و هی نمیزنم پای سرت، چون همه جوره داشته تو بیپا تو رو کشده، آخه قربونت برم چقدر الان تو سوخ کردی، اولین باره که بازو تو عکسی دختره، بعد این لیفمون که میخوره دکمتم، قول بده از سر تیز و کم نگیری لکنتم، این قطعه جد ولی به بگن الان افتخاره چیه میگی باورتون میشه منم مخ زدم توی صد جدولم بالا مثل دلارم و فس، این دیسایی که دادی گرفت کجا منو پسر، اگه دنبال کانه شدنی بام تو هم بیا شمارم و پس. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پستم همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.